نگاهنگ کوسر، روزنامه نگار حوزه آب و زمین شناسی از سوئیس با ماست. آقای کوسر، خیلی خوش آمدیم به برنامه. به دنبال گسترش آتش سوزی ها در روزهای اخیر، اخبار زد و نقیزی از نحوه مهار این آتش سوزی ها از سوی رسانه ها اعلام میشه. دلیل این گزارش های متناقض رو چه میدونید و واقعا چه میگذرد در کردستان؟ درود بر شما. به نظر میرسه که همونطوری که این مقام استان کردستان هم گفت، وجود مین‌های باقی مانده از دوران جنگ یکی از دلایل هست. سال‌هاست که مین‌های مال اون دوران قربانی می‌گیره و شرایط بسیار ناگواری داره، اما پیشگیرانه عمل نشد. به دلیل کوتاهی‌هایی که وجود داشت در طول این چند دهه، این مین‌ها وقتی متأسفانه برخورد می‌کنن با کسانی که عبور می‌کنن، باعث از بین رفتن جان‌های میشن و همین مسئله رو سخت‌تر کرده. در نظر هم بگیریم که اون منطقه یک منطقه کوهستانی صعب العبور هست و به دلیل شرایط ویژه‌ای که داره بایستی از قبل مدیریت میشد. ما در جمهوری اسلامی متاسفانه ساختاری داریم که فقط واکنشی عمل میکنه، یعنی وقتی آتش سوزی اتفاق میفته میخواهند با هر راه ممکن که شده جلو آتش و گسترشش رو بگیرن، اما این کافی نیست. بایستی در نظر داشت که با تغییرات اقلیمی، با تغییر شرایطی که ما باش روبرو هستیم، ما وضعیت بسیار دشوارتری رو هم خواهیم داشت در آینده. آقای کوستر، به این تغییرات اقلیمی اشاره کردیم، با تشدید علائم گرما در سطح جهانی و اعلام پایان دوره گرمایش زمین و آغاز دوران جوشیدن زمین، اونطوری که در کل سازمان ملل تعبیر کرده بود، چه مسائلی باید در واقع بیشتر نگران کننده هستند و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرن، چه از جانب دولت ها و چه از جانب مردم؟ ببینید، از طرف دولت، متاسفانه دولت جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم پیشگیرانه عمل نمیکنه، یعنی فقط واکنشی عمل میکنه و این خطرناک میکنه شرایط رو. اگر مردم آگاه باشن با اینکه در گذر زمان چه اتفاقی برای ایران خواهد افتاد، این باعث نگرانیشون بشه و باید نگران جان فرزندانشون باشن، چون این ساختار هیچ نگرانی نداره بابت از دست رفتن جان مردم. ما وضعیت آب رو در طی سالهای آینده وضعیت بسیار ناگواری خواهیم داشت. وضعیت تأمین غذا بسیار ناگوار خواهد. بسیاری از مردم در مناطق مختلفی که زمین نشست کرده و آبهای زیرزمینی هم داره ته میکشه، مهاجرت خواهند کرد به حاشیه شهرها و فقر گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. حالا چیزی که به نام فلاکت ما میشناسیم آثار خودش رو بیشتر نشون میده از بعد اقتصادی، و به خاطری که ما ورشکسته آبی هم هستیم، بسیاری از مناطق دچار وضعیت خواهند شد که حتی امروز نسبت به اون شرایط بهشت محسوب میشه. در نتیجه به نظر میرسه از حکومت نمیتوان در حقیقت انتظاری داشت، چون همیشه بد عمل کرده و ساختارش هم فقط توجیه کرده و منافع گروه کوچکی رو تامین میکنه. اما اگر مردم برای فرزندان خودشون نگران هستن، یک باید میزان آگاهیاشون درباره سرنوشت کشور بیشتر بشه و در عین حال بدونن که اینکه سکوت بکنن و در مقابل این ساختار تن بدن به آن چیزی که داره پیش میاد، وضعیت رو برای خودشون و فرزندانشون غیر قابل زیست خواهد کرد. نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناسی از سوئیس، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون.